همینطوری که داریم سفر تاریخیمون رو توی موزه بریتانیا ادامه میدیم و به قسمت‌های مختلف شواهد تاریخی نگاه می‌کنیم در ارتباط با کتاب مقدس به خصوص عهد عتیق، می‌خوام حالا از دوستمون بپرسیم که دیگه چه چیزهایی پیدا شده، دیگه چه لوحه‌هایی، چه مکتوباتی رو ما کشف کردیم که مکمل اتفاقات تاریخی و ادعاهای تاریخی عهد عتیق هست. Please tell us. به ما بگید که چه نوع مدارک و شواهد دیگری رو میتونیم در موزه بریتانیا پیدا کنیم که سندیت کتاب مقدس رو بیشتر تایید کنیم. خب، تا به حال شهر اور رو بررسی کردیم. وجود این شهر برای ما ثابت شد. حالا یه سالن کامل به شهر اور اختصاص داده شده. ما از شهرهای صدوم و اموره گذشتیم. حالا میدونیم که این شهرها توسط لوح‌های آمارنا تایید میشن. ما درباره رسوم پاتریارخ‌ها صحبت کردیم. همون رسوم خاصی که در دوره ابراهیم مشاهده می‌کنیم. اکنون وجود این شهر توسط لوح‌های نوزی و ماری که مسلماً پس از اون نوشته شده تایید میشه. هتیا چطور؟ این موضوع همیشه سوالی بوده که توسط محققان کتاب مقدس مطرح شده. در مورد هتیا چه میتوان گفت؟ هتیا که تنها در کتاب پیدایش به اونها اشاره میشه و به نظر میرسه هیچ کس دیگه‌ای درباره اونها نمیدونه. حالا موزه بریتانیا هتیا رو پیدا کرده و ما تمدن نوع هتیا رو میشناسیم. در واقع این تمدن در منطقه آناتولی ترکیه کنونی کشف شده. سالا پیش من به موزه آنکارا در ترکیه رفتم. اونها انواع و اقسام مجسمه ها و بناهای یادبود به هتی ها را داشتند که از اجداد و نیاکانشون حساب میشه. دقیقاً. پس حالا ما در قرن 21 میدونیم که هتیا وجود داشتن. اونچه که ما واقعاً میدونیم اینه که اونها به مدت 1000 سال وجود داشتن. در واقع این هتیا بودن که عرابه های جنگی رو اختراع کردن. اونها اسپا رو تربیت میکردن تا عرابه ها رو به هنگام جنگ بکشن. هتیا بودن که مصریان رو به عرابه رانی آشنا کردن و همونطور که میدونیم مصریان هم از این عرابه ها در هنگام جنگ استفاده بهینه بردن. اما تا زمان این اکتشافات اخیر هیچ اشاره دیگه به اونها تو هیچ جای دیگه به غیر از کتاب مقدس نشده بود. درست. به جز کتاب مقدس، من از داستان هتیا هیجان زده میشم، چرا که همونطور که در موزه بریتانیا میبینین اشارات زیادی به هتیا میشه. این سالن به طور کامل به اونها اختصاص داده شده. علاوه بر اینها میدونیم که هتیا اجداد مادها بودن. در حقیقت کردهای امروزی اگه به اجداد اونها نگاه کنیم از نسل مادها بودن. مادهایی که در روز پنتیکاست درباره اونها صحبت کردیم. اونها از نسل پادشاه بزرگ ما داریوش بودن، شخصی که در سال 539 از میلاد تحت فرمان جد بزرگ شما کوروش بابل رو ویران کرد. پس مادهایی که در روز پنتیکاست حضور داشتن از تبار مادهای زمان داریوش بودن که اونها خود از تبار هتیا بودن. پس وقتی کردها میگن از نسل محمد نبی هستن، من میگم که چنین نیست. شما میراث بزرگی دارید. تاریخ و تمدن شما برمیگرده به هتیای تمدن قدیم و شما خیلی بیشتر حق دارین مسیحی باشین تا من. آمین. اجداد من به کتاب مقدس ربطی ندارن. اونا ریشه در آلمان دارن، اما اجداد شما برمیگردن به اولین مسیحیان. شما سالا قبل از اینکه اجداد من مسیحی بشن مسیحی بودین. اگه شما فقط در میراث خودتون جستجو کنین، خواهید دید که خدا توسط مردم شما در طول تاریخ کار کرده. من صحبت‌های دوستم دکتر اسمیت منو یاد کتاب اعمال رسولان انداخت و توی اعمال رسولان شروع و آغاز کلیسا در روز پنتکاست، وقتی که شاگردان مسیح جمع شدن و روح خدا میاد درون اونها و نهضت تاریخی پیغام مسیح از اون روز شروع میشه، روزیه که اقوامی که به یهود دین یهود ایمان آوردن، به خدای اسرائیل ایمان آوردن، اومدن اورشلیم، اومدن معبد که خدا رو بپرستن، از سراسر دنیا آمده بودند. و اشاره هست توی اعمال رسولان فصل 2 آیه 9 که گروه هایی که اونجا بودند پارتیان و مادیان و ایلامیان، نه فقط مادیان اونجا بودند بلکه پارتیان و ایلامیان و تمام اقوام ایرانی اولین گروه هایی بودند روز پنتکاست در شهر اورشلیم که از رسولان عیسی مسیح پیغام نجات بخش انجیل رو شنیدن و بعد برگشتن به ممالک و منطقه های خودشون و این پیغام رو رسوندن. صحبت دوستمون اینه که ما واقعا میتونیم افتخار بکنیم به ریشه‌ای که داریم در کلام خدا، چه در عهد عتیق چه در عهد جدید، و کارهای بزرگ خدا در قوم های ما در تاریخ ما رو باید واقعا بهش افتخار کنیم و جشن بگیریم. لطفاً ادامه بدید.
آخرین مجموعه از لوحه هایی که باید اونها رو بررسی کنیم، این چهار مجموعه یا چهار خانواده هستن. لوحه های البر 2300 پیش از میلاد، لوحه های ماری و نوزی از جلگه فرات و آخرین مجموعه که تا حدی هم از لوحه هایی که در موزه بریتانیا داریم جذاب ترن، لوحه های آمارنا هستن. چرا که چشم انداز کاملی از دوره یوشا در اختیار ما قرار میدن. دوره موسی یوشا 1400-1397 پیش از میلاد. حالا بیایید با هم به لوحه های آمارنا موجود در موزه بریتانیا بپردازیم. لوحه های آمارنا جذابیت بسیار خاصی دارند، زیرا این لوحه ها همزمان با دوره کتاب یوشا نوشته شدند. حدود سال 1397 پیش از میلاد، بلافاصله پس از مرگ موسی، شما الواح آمارنا رو اینجا بر روی دیوار می‌بینید و اونها توسط فرماندار فنیقیه نوشته شدند. برای آمارنا که پایتخت مصر در آن زمان بود، برای فرعونی که در آمارنا زندگی می‌کرد. این لوحه از وجود قومی خبر میده، قوم یا طایفه‌ای متخاصم که بر روی کوه ها زندگی می‌کرده و به دشت‌ها هجوم می‌آورده و هشداری بوده برای ساکنین این مناطق و آنها این مردم رو نابود میکنن و بعضی ها رو آزاد میکنن. جالب اینه که این موضوع دقیقاً همون چیزیه که ما در کتاب یوشا میخوانیم. آنچه ما میدونیم اینه که یوشا آمد و بسیاری از طوایفی رو که در این سرزمین ها زندگی میکردن از بین برد. اما جبعونیان با لباس های ژنده و کفش های کهنه مسافت زیادی طی کردن و نزد یوشا آمدن تا با یوشا پیمان صلح ببندن. او با آنها عهد میبنده و آنها میگن در حقیقت ما همسایگان نزدیک شما هستیم. دیگه خیلی دیر بود و یوشا نمیتونست پیمانش رو بشکنه. حالا لوحه های آمارنا به آنها تحت عنوان هاپیرو اشاره میکنه. بیاین با هم ببینیم که موزه بریتانیا چه کار کرده، زیرا ترجمه آنها از متن بسیار جالبه. بر روی لوح چنین نوشته شده: نامه های آمارنا به هاپیروها اشاره میکنه و آنها را همچون گروه مردمی بی‌ملیت توصیف میکنه که در تپه های اطراف ساکن هستند و بر شهرها یورش میبرند. این کنعانیان دیگر مبنای عبرانیان کتاب مقدس رو شکل میدادند. حتی موزه بریتانیا هم پذیرفته که اینها عبرانیان کتاب مقدس هستند و باید اینطور باشه. این با همان چارچوب زمانی، مکانی و مردم آن دوره مطابقت کامل داره. هر چقدر مخالفت کنین نمیتونین آثار اونا رو زیر سوال ببرین. موزه هم به همان نتیجه رسیده که ما رسیدیم. در واقع این به همان داستان اشاره داره. بنابراین این لوح وقایع مربوط به کتاب یوشع رو تایید میکنه و مسلماً وقایع مربوط به موسی رو نیز تایید میکنه. پس ما تمام این الواح رو بررسی کردیم. موضوع جالب توجه در این مجموعه از الواح همینه. ما درباره تمام اشارات به هتیا بحث کردیم. نه تنها تمام این شهرها، بلکه سدوم، اموره و اور. تمام اینها مورد تایید قرار گرفتن و تنها یک شهر دیگه مانده که پیش از پایان بحث میخوام درباره آن صحبت کنم و آن شهر اریها است. اریها شهری منحصر به فرد، زیرا بیشتر از هر شهر دیگه‌ای بر روی زمین پایدار مونده و بیش از هر شهر دیگه‌ای استمرار داشته و انسان‌ها همیشه در اون حضور داشتن. ما درباره منشأ اریها زیاد نمیدونیم. پیدایش اون به زمانهای بسیار دوری برمیگرده و به همین خاطر باستانشناسان امور بسیاری رو به این شهر ربط میدن. و در طی قرنها باستانشناسان زیادی لایه‌های مختلف رو حفاری کرده و تنها به مستندات اندکی رسیدن، مخصوصا وقتی که در پی شواهد مربوط به 1400 پیش از میلاد هستند. دوره یوشع نبی. ما بر طبق کتاب یوشع میدونیم که یوشع دیوارهای اریها رو فرو ریخت و این واقعه مربوط به حوالی سال 1397 پیش از میلاده. باستانشناسی به نام جان گارستنگ در سال 1930 از دانشگاه لیورپول، در حالی که لایه‌های مربوط به سال 1400 پیش از میلاد رو بررسی می‌کرد، متوجه شد که دیوارهای اریها ویران شده بودند و خسارات بسیاری ناشی از آتش‌سوزی بر روی اون وجود داشت. این شهر ویران شده بود. او متوجه شد که آجرهای دیوارها خارج از شهر ریخته بودند. و این یک سوال و معما برای وی بود که اگر یورش به شهر، آن هم با وجود دشکوبا، از بیرون شهر صورت گرفته، پس دیوارها باید به کدام سمت فرو می‌ریختند؟ به طرف داخل، ولی بیرون ریخته بودن. پس به جای اینکه دیوار به توی شهر بریزه، به سوی بیرون شهر. بله بیرون، ولی اصلا قابل توجیه نیست. این راز بود. اما اگه به کتاب یوشع مراجعه می‌کرد، پاسخ رو در اون پیدا می‌کرد. ما می‌دونیم که دشکوبی در کار نبوده. می‌دونیم که در ویرانی دیوارهای اریها هیچ عامل انسانی دخالت نداشته. می‌دونیم که این کار توسط فرشته خداوند صورت گرفته. فرشته‌ای که دیوارها رو تخریب کرد و اونا به طرف بیرون ریخته شدن تا یوشع و سربازانش وارد شهر بشن و تمام مردان، زنان، کودکان و حتی حیوانات رو بکشن. و این دلیل اهمیت خاص این شهره. بعدها در سال 1950 کتلین کنیون، یک باستانشناس انگلیسی، به گذشته رجوع کرد و گفت اجازه بدین این دوره زمانی اشتباه است. به نظر من این تاریخ اشتباه است و ما هزار سال اشتباه کردیم.
و دیری نگذشت که به نظر رسید کتاب مقدس اشتباه کرده و زمان اشتباه رو ثبت کرده. حالا همیشه این مبحث برای باستانشناسان مطرحه و هرگاه که دوره ها مورد بررسی قرار می گیرن این مبحث مطرح میشه، چرا که آنها اشتباه میکنن. به هیچ وجه نمیتوان فهمید که به چه دوره زمانی تعلق دارن و این یکی از مشکلاتیه که باستانشناسی با اون مواجه است. اما اخیراً در سال 1978 جان ویمسون به گذشته رجوع کرد و به تاریخ گذاری ها نگاه کرد و اونها رو بررسی کرد و در حالی که دوره زمانی ای رو که آثار گوناگون کشف شدن مشخص می کرد یک فهرست کامل از تمام تاریخ ها درست کرد و توانست اشارات گارستنگ رو تایید کنه و گفت بله این واقعی در حوالی سال 1397 پیش از میلاد اتفاق افتاده. به صراحت میتونم بگم که برای من ثابت و تایید شد که این ویرانی ها هنگامی که یوشا در آنجا بود رخ داد. پس در اینجا نمونه دیگه از نمونه های شرح وقایع رو میبینیم که میتونیم صحت شرح پیدایش رو ثابت کنیم. صحت وجود چنین مردمانی، چنین آداب و رسومی و چنین شهرهایی، صحت آنچه موسی نوشت و همچنین آنچه بعدا توسط یوشا نوشته شد. من میخوام یه موضوعی رو اینجا روشن کنم که شاید برخی از منتقدین بگویند که ما هیچ سندی از نامهای مثل موسی یا ابراهیم یا یوشع نداریم. اون چیزی که ولی شما دارید استدلال میکنید این که درسته که ما مدرکی نداریم که دقیقاً اسم این افراد روش پیدا شده باشه، مدرکی یا لوحه‌ای، اما داستانهایی که اینها از مردم و زمانها و مکانها و حتی وقایع میدن خیلی دقیقه و میتونیم اینها رو چک کنیم با چیزایی که کشف کردیم. تا حالا که چیزی کشف نشده که در تضاد با اطلاعات کتاب مقدسی باشه. آیا درسته این حرف؟ این درسته. ببینیم به چه علت اسامی موسی و ابراهیم رو نداریم. بله. تعامل کنیم و به یاد بیاریم تمامی اون نام‌هایی رو که بر روی دستسازه‌ها دیدیم. هنگامی که از موزه بریتانیا دیدن می‌کردیم و تمام اون خطوط میخی که بر روی تک‌ستون‌های یاد بود، بر روی الواح سنگی و همه و همه، چه نام‌هایی همیشه تکرار می‌شد؟ پادشاهان. همه پادشاهان. اونها همه افرادی هستن که مشهور و معروف هستن، وگرنه دلیلی نداشت نامهایشون ثبت بشه. تنها نامهای اونها ثبت میشد، چرا که اونها غلبه کرده بودن. اسرائیل چه کسانی بودن؟ برده ها. و دیگه چه؟ چوپانا و چادرنشین. این افراد برای امپراتوری های بزرگی همچون آشور، بابل اهمیتی نداشتن. اشاراتی که به نامها شده رو بعدم پیدا خواهیم کرد. اشارات مربوط به اسرائیلیان و هر آنچه که با پادشاهان ارتباط داره. میخواییم اشارات مربوط به ییهو و حزقیا رو پیدا کنیم. زیرا اونا پادشاه بودن. همه پادشاهان یهودی. و تنها زمانی به اونها اشاره شده که شخصی بر اونا غلبه کرده و اونها رو به اسارت برده. شما این نامها رو میخواین. زیرا این موضوع به شما ابهت میده. اینها همه گزارش های فخرروشانه هستن. پس اونها میراث خودشون رو بجا میذارن. اونها فقط این موضوعات رو میگن. اونها تنها پادشاهانی رو ذکر میکنن که پیروز شدن. پس مراقب باشین. شما نامهای مردم چادرنشین رو در هیچ یک از این گزارش‌ها پیدا نمی‌کنید. این نام شهرها، رسم‌هاست که ما پیدا می‌کنیم و اونقدر دقیق هستن که ثابت می‌کنن تاریخ‌ها، اسناد و منابع درست بودن و به ثبت کتاب مقدسی اعتبار تاریخی می‌بخشن. خیلی عالی بود. متشکرم. من ایمان خود من خیلی تشویق میشم، در ایمانم تقویت میشم وقتی میبینم که تا اونجایی که امکان پذیر بوده ما اطلاعات باستانشناسی رو کشف کنیم، نه تنها هیچ وقت تناقضی با ادعاهای کتاب مقدس نداشته، بلکه همیشه مکمل بوده، همیشه تأیید کرده، همیشه تقویت کرده ادعاهای این کلام رو. داستان یوشع که وقتی خداوند به ارتش قومش میگه که به این شهر حمله نکنید، فقط دورش بچرخید و من برای شما این شهر رو فتح میکنم، شاید برای خیلی از ماها خوندن یه همچین معجزه های همچین اتفاقاتی باور نکردنی باشه که خدا یه همچین کاری بکنه، مگه میشه؟ اینا باید داستان های خرافاتی باشه. ولی وقتی میبینیم به طور زیبا که هرچی بیشتر داریم کشف میکنیم حقایق باستان شناسی رو، بیشتر داریم میبینیم که نه، به نظر میرسه که تعالیم کلام خدا، اتفاقاتی رو که کلام خدا درباره صحبت میکنه، واقعا بر طبق آثاریه که الان داریم میبینیم و مشاهده میکنیم. این خیلی باعث بنای من در زندگی روحانی خودم شده و امیدوارم برای شما بینندگان عزیز این صحبت ها رو دربارش فکر کنید. امیدوارم که سرسری از صحبت‌های ما نگذرید. دوباره تشویقتون میخوام بکنم که اگر سوالی دارید، اگر فکری دارید، اگر میخواید بحث کنید که نه این حرفا رو ما قبول نمی‌کنیم، از نظر باستانشناسی این مشکلات تو این صحبت‌ها هست، از نظر علمی این مشکلات رو ما داریم، تمنا می‌کنم تماس بگیرید با ما با شماره تلفنی که روی صفحه تلویزیون می‌بینید، با آدرس ایمیلی که در اختیارتون هست و ما دوست داریم که این صحبت رو با شما عزیزان ادامه بدیم.
تا کنون آثاری رو دیدیم و مرور کردیم که شرح پیدایش رو تایید می‌کنند. ما همه الواح آمارنا رو دیدیم که اینجا در موزه بریتانیا هستن. ما درباره الواح نوزی و ماری صحبت کردیم، درباره اریها، همچنین درباره رسوم پاتریارخا، رسومی که از الواح کشف شده دیگه برای ما مشخص شدند، و درباره روایت یوشع صحبت کردیم که الواح آمارنا وجود آنها را تایید میکنه. اما حالا برگردیم به دوره پاتریارخا 2000 پیش از میلاد، دوره موسی 1400 پیش از میلاد و یوشع، و سپس دوره داوود رو بررسی کنیم. هنگامی که از دوره داوود صحبت میکنیم، منظور ما 1000 پیش از میلاده. این دوره بود که خط میخی کاربردی قدیم منسوخ شده و نوعی خط دیگه بر روی الواح و تخته ها ثبت می شد و از طرف اکثر امپراتوران آن روزگار مورد استفاده قرار می گرفت. از نظر باستانشناسی داوود همیشه شخصیتی دشوار و ناشناخته بوده، در صورتی که در کتاب مقدس از او به عنوان یک پادشاه بزرگ یاد شده، یکی از بزرگترین ها در روایت های کتاب مقدس، و همیشه این سوال مطرح بوده چرا درباره داوود سرنخی پیدا نشده، تا اینکه اخیراً تونستیم اثری درباره داوود کشف کنیم و این در کارناک مصر پیدا شده. در آنجا شوشنگ که در کتاب مقدس با نام شیشق از او یاد شده به داوود اشاراتی کرده. شوشنگ یکی از پادشاهان مصر داوود رو به نام ذکر کرده. اکنون میدونیم که داوود یک شخصیت تاریخی بوده. نام او در آنجا بر روی سنگ نوشته های شوشنگ وجود داره. بدین ترتیب میتوان معمای موزه بریتانیا رو حل کرد؟ من میخوام شما رو دوباره به موزه بریتانیا ببرم و به شما نشون بدم که موزه بریتانیا با این داستان چی کار کرده. دوباره برگردیم به موزه. برخی معتقدند که نام یهوه نام مقدس خداست، نامی که حتی یهودیان آن را به زبان نمی آورند. درباره یهوه، یها، وها، حروف اربعه مقدس می دونیم که در عهد عتیق 6823 بار تکرار شده. احتمالاً این نام بعدها به عنوان یک مشخصه برای خدا به کار رفته تا او را از دیگر خدایان متمایز کند. حالا بحث داغ بر سر همین موضوع. جالب اینه که موزه بریتانیا این مشکل را حل کرده و پاسخ در یک تکه سفال شکسته است. این تکه سفالی که می‌بینین مربوط به سال 500 پیش از میلاده. این سفال از شهر لاکیش آورده شده و شما میگین صبر کنین. لاکیش سالا پیش از 500 میلاد توسط سنهاریب ویران شده بود. درسته، اما لاکیش چند بار دیگه بازسازی و دوباره ویران شد. در سال 500 پیش از میلاد نبوکدنصر پادشاه بابل لاکیش رو ویران میکنه و سفالهایی رو که روی آنها نام یهوه اشاره شده از بین میبره. خط دوم از بالا، کلمه سمت راست، در حقیقت همون چهار حرف یها و هاست که در واقع بیانگر نام خداست. این همون نامیه که ما در خروج 3 آیات 14 و 15 پیدا میکنیم، جایی که موسی پیش از اینکه به مصر برگرده تا بنی اسرائیل رو نجات بده به خدا میگه برای اینکه حرف مرا باور کنند از چه نامی استفاده کنم، و مسلما نامی که خدا در آن زمان میده یهوه است. موسی آن نام را میدانست و همچنین ابراهیم. این آن نامی نبود که در قرن اول میلادی ابدا شد. در حقیقت ما آن نام را بر روی این تکه سفال مربوط به سال 500 پیش از میلاد پیدا میکنیم. موضوعی که بسیار شگفت انگیزه در موزه بریتانیا، و موزه بریتانیا شاید یکی از شکاک ترین مؤسسه‌ها نسبت به متون کتاب مقدسه. و اگه نگاه کنین، با من بیاین و به این جعبه که کنار این کمد شیشه‌ای قرار گرفته نگاه کنین و در اینجا داستان داوود رو پیدا می‌کنین و داستان پسر او سلیمان و همچنین داستان تجزیه پادشاهی رو که گویی این یک واقعه تاریخی بوده. آنچه که موزه بریتانیا برای ما انجام میده اینه که این داستان ما رو بر روی دیوارها به لفظ قوی بیان کرده. این طرح در سال 2003 طراحی شد. مسلما آنها هم به همان نتیجه‌ای که ما میرسیم میرسند. هنگامی که آنها شلمناسر، سنهاریب، تاهاکا یا ترهاقه رو بررسی کردند، دیدن که کتاب مقدس اعتبار بسیاری داره و از آثار باستانی هم تاریخی تره. اونها هم به همون نتیجه‌ای میرسند که ما رسیدیم. دیدن که به راستی کتاب مقدس کتاب تاریخیه. به قدری که داستان ما روی دیوار موزه قرار گرفته، من واقعا هیجان زدم. تصور میکنم که شاید ظرف چند سال آینده داستان ما بر روی تمام دیوارهای اینجا قرار میگیره. اما این امر بیانگر چه موضوعیه؟ همون گونه که جاسپر میگه، وقتی به اندیشمندان، دانشمندان و فیلسوفان بزرگ دنیا نگاه میکنیم که سعی میکنن تحقیق و تفحص کنن و از کوههای علم و دانش بالا برن، وقتی که به قله کوه برسن، اون چرا که الهی دانان نوشتن خواهند یافت. آثاری که در موزه دیدیم و بررسی کردیم به این حقیقت اشاره میکنن که کتاب مقدس هنگامی که در مورد مردم، مکانها، وقایع و دوره‌های زمانی صحبت میکنه، کتاب تاریخه. هیچ تردیدی نیست که آنها داستان ما رو به عنوان یک حقیقت تاریخی بر دیوارها قرار دادن. من هیجان زدم. امیدوارم شما هم.
امیدوارم که این واقعا شما رو تشویق کنه. وقتی میبینم که حتی موزه بریتانیا هم برای نوشته‌های کتاب مقدس اعتبار قائله، واقعا تشویق میشم. وقتی تایید میکنن که این هاپیروهاب همان کنعانی‌ها یا عبرانیان کتاب مقدس هستند، اگه آنها اینقدر اعتبار قائل میشن و داستان ما رو روی دیوارهای موزه قرار میدن، مطمئنم که بیشتر از اینم هست. دوره‌های بعدی که در پیش رو داریم چطور؟ قرن نهم پیش از میلاد، زیرا به دوره آشوری ها می رسیم و سپس به دوره بابلی ها خواهیم رفت و بعد به دوره پارس ها، یعنی اجداد شما. در اینجا یک مجموعه کامل از معیارها وجود داره و موضوع جالب اینه که موزه بریتانیا بهترین مکان در دنیا برای این نوع منابع است، زیرا انگلیسی ها اولین کسانی بودند که بسیاری از شهرهای آشور رو حفاری کردند، شهرهای نمرود، بلاوات و خسرآباد و نینوا. بیاین به موزه بریتانیا برگردیم و نگاهی بیاندازیم و ببینیم درباره کتاب‌های همچون اول و دوم پادشاهان و اول و دوم تواریخ چه گفته شده. بیایید با هم ببینیم آنها درباره پادشاهان چه گفتند. پادشاهان اسرائیلی از قبیل اخاب و یهو و یا حزقیا. واقعا هیجان انگیزه. ببینیم انگلیسی‌ها به ما چه گفتند و در این ساختمان چه چیزایی پیدا می‌کنیم. با من بیاین تا ببینیم جریان این داستان از چه قراره. و حالا در دوره آشوری ها، یعنی قرون نهم، هشتم و هفتم پیش از میلاد هستیم، هنگامی که آشور قدرت بزرگ آن روزگار بود. به این دوره آمده و آثار آن را بررسی میکنیم، چون اشاراتی به دوره آشوری ها در کتاب اول و دوم پادشاهان و همچنین در اول و دوم تواریخ کتاب مقدس پیدا میکنیم. ما میخوایم ببینیم که این آثار باستانی وقایعی رو که در کتاب مقدس میخوانیم تایید میکنن یا خیر. مهمه که بدونیم آثاری که امروز بررسی میکنیم همه توسط پادشاهان کنار هم قرار گرفتن، پس بزرگ و گران قیمت هستن. در واقع این آثار از پیروزی‌ها و دستاوردهای آنها صحبت می‌کنند. درباره تاریخ از دیدگاه خودشان صحبت می‌کنند. حالا ببینیم که چرا این امر مهمه، چرا باید این کار را انجام بدیم. به عنوان آغاز داستان خود بیایید از اینجا شروع کنیم. مخصوصاً بیایید به برخی از این آثار نگاهی بیاندازیم. به این ستون‌های یاد بود و به ویژه به این کتیبه استلا که در اینجاست. ما در قرون نهم، هشتم و هفتم پیش از میلاد هستیم و حالا میخوایم درباره چهار شهر مختلف صحبت کنیم. میخوایم با شهر نمرود شروع کنیم. آشور در حقیقت همان شمال عراق امروزی است. میخوایم گذری به شهری دیگه به نام بلاوات و سپس به خسرآباد داشته باشیم و در نینوا کار خودمون رو به پایان برسونیم. اما حالا نمرود و پادشاهی به نام شلمناسر سوم. سالهای سلطنت او 859 الی 824 پیش از میلاده. در دوم پادشاهان باب 22 می‌خوانیم که در آن زمان اخاب پادشاه اسرائیل بود. اخاب پادشاه شروری بود. او به هیچ وجه به خدا نزدیک نبود. او با همسایه خود بنهدت مشکل داشت و هر دوی آنها در کشمکش جنگ بودند. در باب 22 اول پادشاهان گفته میشه که آنها ناگهان سلاح‌های خود را کنار می‌گذارند و به مدت 3 سال با یکدیگر نمی‌جنگند. اما ما دلیل اون رو نمی‌دونیم. برای یافتن جواب این سوال باید به این سنگ یاد بود رجوع کنیم. این سنگ مربوط به همان دوره 853 پیش از میلاد و بر آن نوشته شده که شلمناسر سوم آشور را به قصد فنیقیه ترک کرد. فنیقیه همون اسرائیل امروزیه. آن همان دشت‌های ساحلی بود که فلسطینی‌ها نیز در آن زندگی می‌کردند و فنیقیه بود که به ایرولنی بزرگ حمله می‌کرد. پادشاه ایرولنی نام داشت و همان کسی بود که پادشاه حماد بود. ایرولنی در واقع به کمک نیاز داشت، زیرا نمیتونست در برابر این ابرقدرت از سوی شمال شرقی استادگی کنه. پس نزد 11 پادشاه دیگر این سرزمین میره که اخاب و بنهدت نیز جزء آنان بودند و از آنها درخواست کمک فوری میکنه. پس برای ما روشن میشه به این دلیل اخاب و بنهدت با هم دیگه جنگ نکردند تا به کمک ایرولنی برن تا در برابر شلمناسر سوم بجنگن. حالا به این کتیبه نگاه کنید. همونطوری که مشاهده میکنین اون به خط میخی نوشته شده و از جنگ صحبت میکنه. اون ذکر میکنه که در طول نبرد رودخانه ها از اجساد پوشیده شدن و دشت غرق در خون شد. به نظر از یک کشتار دست جمعی حرف میزنه، اما هنگامی که به این پایین نزدیک میشید هیچ اشاره‌ای به غنیمت جنگی نشده، هیچ اشاره‌ای به پادشاه پیروز نشده، هیچ اشاره‌ای به شهری که ویران شده باشه نشده. در واقع او به وطن بازگشته. پس جریان چیست؟ خب در واقع این یک انعطاف سیاسیه. تمام این ستون‌ها، دیوار نقش‌ها و الگوها همه در واقع از پیروزی‌های پادشاهان حرف می‌زنن. اونها در واقع می‌خوان به شما بگن که همه چیز درست بوده. امروز هم شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. آیا جورج بوش و تونی بلیر قبول می‌کنن که کار اشتباهی کردن؟ مسلماً خیر.
موردی که امروز اتفاق میفته در واقع سالها پیش در قرن نهم پیش از میلاد اتفاق افتاده، اما ما باید بر این موضوع واقف باشیم و اون رو درک کنیم تا وقتی که به این آثار نگاه میکنیم و این داستانها رو مرور میکنیم بدونیم که اونها تمام داستان رو به ما نگفتن و در اینجاست که کتاب مقدس وارد عمل میشه. بیاین ببینیم، هنگامی که دوره عاشوریا رو بررسی میکنیم میبینیم که کتاب مقدس از این سنگها بسیار دقیق تره، زیرا کتاب مقدس انعطافهای سیاسی براش چندان جالب نیست. کتاب مقدس میخواد تمام داستان رو به شما بگه. در حال حاضر شما فقط آثار تاریخی رو میبینین که هنوز به آنها نیاز داریم. چرا؟ چون اینا ابزاری هستن که محل رو مشخص میکنن، در واقع فنیقیه واقعه رو نشون میدن. در این مورد حمله شلمناسر سوم در سال 853 پیش از میلاد به ایرولنی، بنهدد، اخاب که همه متحد شدن به ما کمک میکنن تا بفهمیم که در اول پادشاهان باب 22 چه اتفاقی افتاد، یعنی واقعه و دوره زمانیان مشخص میشه. به همین دلیل به این آثار نیاز داریم. بیاین به دو اثر دیگه نگاه کنیم که نه تنها این دوره زمانی و این پادشاه رو، بلکه این وقایع رو تایید میکنن. به همین منظور نگاهی بیاندازیم به ستون سنگی سیاهی که در اینجاست. یکی از اتهامات رایج بر کتاب مقدس در مورد افراد و شخصیت‌هایی که در کتاب مقدس هستند، انتقادهای بسیار شدیدی شده که این افراد از کجا آمدند؟ آیا آنها وجود تاریخی و واقعی داشتند؟ آیا اینها اشخاص افسانه‌ای و اسطوره‌ای نیستند؟ ما درباره اخاب صحبت کردیم. نام دیگری که در این مورد مطرح میشه شخصیت یهوست. یهو فرمانده محافظانه. در دوم پادشاهان باب 9 و 10 درباره او می‌خوانیم. اخاب یک پادشاه شریر بود و هنگامی که مرد، ایلیای نبی نزد یهو میره و از او می‌خواد خانواده اخاب رو بکشه و خودش پادشاه بشه و او چنین میکنه. سپس او میاد و کار جالبی میکنه. او در سال 841 پیش از میلاد به شلمناسر سوم خراج پرداخت میکنه. حالا بیاین به این مردی که بالای این ستون سیاه نگاه کنیم. این شخص که در مقابل شلمناسر سوم تعظیم کرده با نام یهو پادشاه اسرائیل بدان اشاره شده. این قدیمی ترین اشاریه که به پادشاه اسرائیل در دنیا شده. این اولین تصویریه که ما از یک پادشاه اسرائیل در دنیا داریم و این ثابت میکنه که یهو یک شخصیت تاریخیه. حالا این ماجرا چه نفعی به حال داستان ما داره؟ این موضوع به طرق مختلف به ما کمک میکنه. اول اینکه فهمیدیم یهو یک شخصیت تاریخیه. کتاب مقدس درباره اون درست میگه. این مسئله او رو در جای درست قرار داده. در این مورد مکان کاخ شلمناسر سوم در نمروته. زمان 841 پیش از میلاد و دقیقاً همون زمانیه که او باید در آن باشه. این اثر مکان، شخص و نام درست رو به ما میده. مواردی که در پی اون بودیم. این دومین تایید برای این واقع در قرن نهمه. آیا باز هم مدرک میخواین؟ میخواین به سراغ سومی هم بریم؟ با من بیاین تا اثر سوم رو نگاه کنیم. شلمناسر سوم شهر نمروت رو بنا نکرد، بلکه او شهری میخواست که میراث خود رو در اون بر جای بگذاره. از این روی یک کاخ تابستانی به نام بلاوات رو بنا کرد. برای اینکه بفهمیم بلاوات چه شکل و ظاهری داشته، اخیراً اون رو حفاری کردن. و اگه شما به این تصاویر در اینجا نگاه کنین، خواهید دید که امروز چه شکلی داره. تنها یک تپه در بیابان. اکنون در بیابان‌ها در تمام دنیا میتونید تپه‌ها رو ببینید. شما میتونید در بیابان‌های اردن، سوریه و حتی عراق چنین تپه‌هایی رو مشاهده کنید. هنگامی که باستانشناسان چنین تپه‌هایی رو می‌بینن، هیجان‌زده میشن. زیرا تپه‌هایی که در بیابان قرار دارن به ما میگن که زیر آنها شهرهایی بودن. این شهرها توسط زمین لرزه ویران می شدن، مسلماً در جنگ ها نابود می شدن و هنگامی که خراب می شدن مردم برمی گشتن و بر روی آنها دوباره می ساختن. این اتفاق چندین بار تکرار می شد و آنها آثار خود رو زیر آوار به حال خود رها می کردن. اکنون باستانشناسا به این شهرها رفته و حفاری می کنن و همون گونه که در این تصویر می بینین، آنها لایه‌های مختلف رو حفاری می کنن تا به قرن نهم برسن و هنگامی که به اواسط 800 پیش از میلاد می رسن، آثاری رو که در اینجا می بینید پیدا می کنن. این لولاها از قرن نهم پیش از میلاد هستن. اونها از برنز ساخته شدن. اینها بر روی درهای بزرگ نصب شدند. موزه بریتانیا این درها رو دوباره ساخته و این به ما کمک بسیاری میکنه. این درها جدید هستند و تنها الگویی از درهای آن زمان هستند. شما نمیتونین هر وقت که بخواین وارد یا خارج بشین و یا هر وقت که خواستید به دستشویی برید. اما برای بررسیامون باید به این لوله‌ها نگاه کنیم. لطفاً به این یکی نگاه کنید. از بالا دومی. چند سرباز رو میبینیم که در واقع میان و به شلمناسر سوم که اینجا ایستاده خراج میدن و متوجه میشیم که دستهای سربازا از پشت بسته است. آنها در نبرد بودن اما حالا اسیر جنگی شدن. اینها سربازان ایرولنی هستند. اونها سربازانی از حماد هستند و این ثابت میکنه که در سال 853 پیش از میلاد جنگی در گرفته. اینجا مدرکی دیگه درباره این واقعه وجود داره که قبلا بر روی ستونهای سنگی دیدیم. اما آیا میتوان پی به اهمیت این آثار برد؟ زیرا تا حالا سه اثر مختلف رو دیدیم، ستون سنگی، ستون سیاه و این لوله‌ها رو که تایید میکنن این وقایع در قرن نهم پیش از میلاد رخ دادن و همچنین اول پادشاهان باب 22 و دوم پادشاهان باب 9 و 10 رو تایید میکنن. سه اثر مختلف از دو شهر که وقایع مربوط به
اول و دوم پادشاهان رو تایید میکنن. اینها همان آثاری هستند که ما به دنبال آنها بودیم تا به صحت مکانها، اسامی، وقایع و دور زمانی همه آنها پی ببریم و همه آنها توسط این آثار تایید میشن. منابع خوبی هستند. اینها به ما کمک میکنن تا نه تنها اقتدار کتاب مقدس رو ثابت کنیم، بلکه وقتی آن از واقعی صحبت میکنه میتوان به آن اعتماد کرد.